Clear. Go take off land. اعزام بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا به منطقه. هشداری به ایران در آستانه سالگرد ترور قاسم سلیمانی. هدف اسرائیل از حمله به اهداف مرتبط با ایران در سوریه همزمان با افزایش تنش در منطقه چیست؟ در این مورد با دو مهمان برنامه صحبت می‌کنیم که هر دو متخصص مسائل خاورمیانه هستند. همچنین در برنامه امشب تهدید مترجمان ائتلاف بین المللی در عراق بعد از ترور قاسم سلیمانی. آنها میگویند که شبه نظامیان هوادار ایران به مرگ تهدیدشان کردند. لحظه منتظرم یکی در بزنه و بیا تو، پنج گلوله شلیک کنه، یکی به من، یکی به همسرم و سه گلوله هم به دخترهام. تصمیم دولت ایران برای پرداخت 150 هزار دلار به خانواده هر جانباخته سرنگونی هواپیمای اوکراین. بازماندگان قربانیان میگویند اول عدالت، بعدن غرامت. و روشی جالب برای آموزش زبان فارسی به دانش آموزان ایرانی تبار در آمریکا و اروپا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به شما، شبتون بخیر. سه روز مانده به سالگرد ترور قاسم سلیمانی در بغداد، تنش در منطقه بالا گرفته. آمریکا دو بمب افکن B-52 دیگر به خلیج فارس اعزام کرده. خبرگزاری دولتی سوریه هم از حمله هوایی اسرائیل به دمشق خبر داده که یک کشته به جای گذاشته. منابع نزدیک به مخالفان میگویند که در این حمله انبارهای مهمات متعلق به سپاه پاسداران و متحدش حزب الله لبنان هم هدف قرار گرفتند. مقام‌های ایران میگویند که آمریکا را مسئول به گفته آنها هر ماجراجویی در منطقه می‌دانند. اما دلیل افزایش حملات اسرائیل به مواضع نظامی مرتبط با ایران در این شرایط منطقه چیست؟ آیا واقعا احساس خطر می‌کند یا اهداف دیگری دارد؟ افزایش این حملات آیا با بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا ارتباط دارد؟ به این موارد می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از کیوان حسینی. بار دیگر تصاویری گنگ و مبهم از آسمان تاریک سوریه و بار دیگر خبر حملات اسرائیل به اهدافی در این کشور. خبرگزاری سانا که رسانه رسمی دولت سوریه است میگوید این حملات در ساعت 1:30 بامداد امروز رخ داده و در جریان آن یک سرباز سوری هم کشته شده. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد و با گروه‌های مخالف سوری ارتباط دارد گزارش داده که در جریان این حملات موشکی انبارهای مهمات متعلق به سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان نیز هدف موشک‌های اسرائیلی‌ها قرار گرفتند. بر اساس گزارش سانا موشک‌های اسرائیلی از منطقه‌ای در جنوب تل آویو شلیک شدند و یکی از پادگان‌های نیروهای هوایی این کشور را در منطقه زبدانی هدف گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه ضمن تایید این خبر نوشته در همین منطقه انبارهای مهمات متعلق به سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان قرار دارند و آنها نیز موشک باران شدند. انبارهایی که به نوشته این وبسایت سوری برای انتقال اسلحه و مهمات به لبنان مورد استفاده قرار می گیرند. فقط یک روز دیگر از سال 2020 باقی مانده و این حمله شاید آخرین ضربه نظامی اسرائیل به ایران و متحدانش در سوریه در این سال باشد. ضرباتی که در تمامی 12 ماه گذشته به آنها در سوریه وارد شد. بر اساس بررسی بی بی سی فارسی از گزارش‌هایی که توسط رسانه‌های مختلف از جمله مخالفان در این سال منتشر شدند، دست کم 303 نفر از نیروهای ایرانی یا شبه نظامیان وابسته به ایران در این سال در حملات اسرائیل در سوریه کشته شدند. این بررسی نشان می‌دهد که در ماه دسامبر 6 نفر، نوامبر 61 نفر، اکتبر 3 نفر، سپتامبر 33 نفر، اوت 26 نفر، ژوئیه 43 نفر، ژوئن 34 نفر، مه 21 نفر، آوریل 13 نفر، مارس 27 نفر، فوریه 28 نفر و ژانویه 8 نفر در این حملات کشته شدند. اینجا همه بچه عراقی بود، افغانی بود،
بعضی از این کشته شدگان ایرانی یا افغانستانی بودند، بعضی هم سوری، عراقی و لبنانی و عمدتاً اعضای گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران. جمهوری اسلامی ایران اگرچه بعد از سالها حضور نظامی غیر رسمی در سوریه به این مسئله رنگ و روی رسمی بخشید، اما هرگز آمار دقیق تلفات انسانی نظامیان ایرانی در آنجا را اعلام نمی کند. فارغ از آمار کلی تلفات نیروهای ایرانی، خبرهای مربوط به کشته شدن ایرانی‌ها در حملات اسرائیل عمدتاً یا از سوی ایران تکذیب می‌شوند یا در موارد معدود و ویژه‌ای به شکل رسمی اعلام می‌شوند. جنگ داخلی سوریه به زودی وارد دهمین سالش خواهد شد و در این مدت نیروهای وابسته به ایران در سراسر این دوران به عنوان حامیان بشار اسد در این کشور حضور داشتند، حضوری که چند سالی است با پاسخ نظامی اسرائیل روبرو شده و به رغم شدت و ضعفی که در این مدت داشته تا آخرین روزهای سال 2020 ادامه یافته است. کیوان حسینی، بی بی سی. امانوئل فابیان، پژوهشگر ارتباطات و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه بن گوریون از بیرشبا در جنوب اسرائیل با ماست. آقای فابیان پیشتر در ارتش اسرائیل هم خدمت کردند. آقای فابیان خیلی خوش آمدید به برنامه. شما خودتون در ارتش اسرائیل بودید. فکر می‌کنید که اسرائیل چرا الان این حملات رو شدت بخشیده؟ آیا واقعا احساس خطر می‌کنه یا هدف دیگری داره؟ من معتقد هستم که هدف درازمدت اسرائیل این هست که اجازه نده ایران و حزب الله بتونن که برنامه موشکی خودشون رو توسعه بدن. میدونیم که یک برنامه دیرپا هست که ایران بتونه برد موشک‌های خودش افزایش بده. ارتش اسرائیل این رو به عنوان اولویت اول خودش قرار داده در حال حاضر. بنابراین این حملاتی که الان اسرائیل در داخل خاک سوریه انجام میده ادامه خواهد داشت تا وقتی که اسرائیل احساس کنه تونسته جلوی رسیدن سلاح‌ها و موشک‌های ایران به لبنان رو انجام بده. اتفاقی که دیشب افتاد جای هدف قرار گرفت که در طی سال‌های گذشته 4 بار مورد هدف قرار گرفت. بنابراین دقیقاً جایی هستن که اسرائیل میدونه که اینجا رو میشناسه و هر وقت اطلاعات جدیدی هم به دستش میرسه همونجا رو هدف قرار میده. آقای فابیان، همونطور که در گزارش همکارم هم شنیدیم، حملات اسرائیل در یک سال اخیر بیش از 300 کشته به جای گذاشته، کسانی که یک جوری مربوط به ایران بودند. ایران چه پاسخی به این حملات داده؟ من احساس میکنم که ایران خودشو وارد یک جنگ با اسرائیل نمیکنه که بخواد به هر حمله خاص مقابل مصر بکنه. هدف دراز مدت ایران مشخصه و فرقی نکرده. ایران میخواد منطقه رو تجهیز بکنه و در حالت آماده باش برای یک جنگ در آینده نگه داره. اگه بخوان برای هر ضربه وارد مقابل مصر بشن، اون موقع ارتش اسرائیل واکنششون خواهد داد و اون موقع امکان داره که به یک جنگ کشیده بشه قضیه و اون موقع ایران منحرف بشه از اهداف دراز مدتش. برای همین گاهی اوقات شاید ایران مثلا بتونه یه تحرکاتی در لب مرز خودش با اسرائیل نشون بده، ولی اگه ایران بخواد اینها رو وارد تنش بیشتری بکنه اون موقع از هدف دراز مدتش منحرف میشه. از طرف دیگه اسرائیل هم نمیخواد وارد یک جنگ در حال حاضر با ایران بشه. هدف اسرائیل فعلا این هستش که اجازه نده که نیروهای ایرانی در سوریه تثبیت بشن یتونن سلاحی رو به لبنان منتقل کنن. آیا میشه برآوردی کرد از میزان خساراتی که این حملات اسرائیل تا حالا به ایران وارد آورده؟ خود نیروهای مسلح اسرائیل میگویند که گام‌های بسیار چشمگیر مؤثری رو برداشتن برای جلوگیری از رسیدن ایران به اهدافش. اما از طرف دیگه دیدیم که نصرالله چند روز پیش اعلام کرد که موشک‌های هدفمندی که حزب الله لبنان داره الان ذخیره‌اش 2 برابر هم شده. بنابراین سخته که اسرائیل بخواد بگه واقعا چقدر تونسته خسارت به ایران وارد بکنه. من که نیروهای مسلح اسرائیل هم نمیاد در این زمینه اظهار نظر بکنه، ایران هم از طرف دیگه نمیاد بگه که چقدر خسارت بهش وارد کرده که یه موقع اطلاعات خاصی رو لو نده. برای همین خیلی سخته بین سکوت دو طرف تشخیص بدیم واقعیت چیه. آقای فابیان، شما میگین که اسرائیل قصد نداره و نمیخواد که وارد جنگ بشه. اگر نمیخواد وارد جنگ بشه، فکر نمی‌کنید این اقداماتی که میکنه تحریک‌آمیزه؟
بله تا حدی این حرف درسته. من فکر میکنم که حملات اسرائیل میتونه به یک جنگ بزرگتر منجر بشه، ولی در این حال اسرائیلی ها در اینکه این کار رو میکنن این هست که اجازه ندن اگه جنگی اتفاق افتاد این جنگ برای اسرائیل کمتر زیان آور باشه. مسلما برای اسرائیل خیلی وضعیت بدی خواهد بود اگه اتفاقی بیفته، غیر نظامیاش کشته خواهند شد. برای همین کاری که اسرائیل الان داره میکنه اینه که خیلی بیش از حد زیاده روی نکنه، و ولی هدف اصلی و اولویت اصلی ارتش اسرائیل هست که اجازه نده موشک هایی که دقت زیاد دارن و هدف من هستن به لبنان برسن. ما مواردی رو دیدیم که مثلا اعضای حزب الله لبنان در حملات اسرائیل کشته میشن و حزب الله هم همیشه وعده میده که انتقام خواهد گرفت و از این حرفا، ولی اسرائیل تا حد ممکن سعی میکنه که تلفاتی رو که در حملاتش اتفاق میفته رو به حداقل برسونه که اون هدفهای بلند مدتتری رو که گفتم برآورده کنه. با توجه به وضعیت سیاسی شکننده‌ای که اسرائیل الان در داخل باهاش مواجهه، فکر می‌کنید این حملات اسرائیل به مواضع نیروهای نزدیک به دولت ایران چقدر واقعا براش مصرف داخلی داره در خود اسرائیل؟ وضعیت سیاسی اسرائیل خیلی پیچیده استش، انتخابات بیشتر، وضعیت سیاسی واقعا ثبات نداره، اما در این حال ارتش اسرائیل برنامه ای که داره صرف نظر از وضعیت سیاسی داره ادامه میده و زیاد کاری به وضعیت سیاسی نداره، و من فکر نمی کنم وضعیت سیاسی اسرائیل خیلی تأثیری روی برنامه های ارتش اسرائیل داشته باشه. بله خیلی بد خواهد بود که الان مثلا با این وضعیت سیاسی اسرائیل بخواد این کشور وارد جنگ با ایران بشه، اما من فکر میکنم نیروهای مسلح قشنگ برآورد کرده که در هر زمان اگه قرار باشه جنگی رخ بده چه اتفاقی میفته، و سعی خواهد کرد که کارهایی که میکنه این ریسک و این احتمال جنگ رو پایین تر بیاره. متشکرم از شما امانوئل فابیان، پژوهشگر ارتباطات و مطالعات خاورمیانه از جنوب اسرائیل با ما. چند روز مانده به سالگرد ترور قاسم سلیمانی، همونطور که در گزارش دیدیم تنش بالا گرفته. امروز از قول اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس نقش شده که انتقام قاسم سلیمانی از مقام‌های آمریکایی گرفته خواهد شد. همچنین رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت هشداری شدید و لحن به آمریکایی‌ها داد. بچه سلیمانی رو ابدی کردن و امروز ما می‌بینیم صحنه مقاومت با همون شور، با همون اشتیاق، با همون قدرت و حتی بیشتر. و انشالله تا پایان، پایانش هم روزی است که من یه بار دیگرم در جلسه دولت همون روزها گفتم دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شد از این منطقه اون روزی است که انتقام نهایی رو ما گرفتیم، و انشالله این راه رو ما ادامه خواهیم داد. و خب یکی از آثار این کار وقیحانه و احمقانه هم این بود که به حمدالله ترامپیسم پایان یافت و تمام شد. فواز جرجیس استاد خاورمیانه مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن از مرکز بریتانیا با ماست. خوش آمدید آقای جرجیس. صحبت‌های آقای امانوئل فابیان رو شما هم شنیدید. او معتقده که اسرائیل نمیخواد وارد جنگ بشه، فقط میخواد که به گفته او ایران رو از هدفش که ساخت موشک دور بکنه. شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم در واقع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نمیخواد وارد جنگ مستقیم با ایران بشه، اما اسرائیل و متحدانش امیدوار بودند که دولت ترامپ علیه ایران دست به یک اقدام اساسی نظامی میزدند، مشخصا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و همینطور علیه موشک‌های قاره پیمای ایران. حتی امیدوار بودند که تا روزهای آخر دولت ترامپ
این اتفاق بیفته و نخست وزیر اسرائیل امیدوار بود، اصلا داشت دعا میکرد که دونالد ترامپ یک حمله مخرب علیه ایران انجام بده. برای همین هم هست که ایران در طی دو سه ماه گذشته بسیار بسیار خویشتنداری نشون داده، برای اینکه اصلا نمیخواد هیچ گونه توجیه یا بهانه به دولت ترامپ بده، اصلا دولت ترامپ رو تحریک بکنه که در روزهای آخر دولتش به ایران حمله کنه. اشاره کردید به دولت ترامپ. امروز هم شاهد این بودیم که آمریکا دو تا بمب افکن دیگه B-52 فرستاده به خلیج فارس. فکر می‌کنید که ارزیابی شما از این اقدام آمریکا چیه؟ آیا نگران کننده است؟ پیشگیرانه است؟ آمریکا احساس تهدید می‌کنه؟ چیه هدفش؟ برای مخاطبان شما عرض می‌کنم، بعد از انتخابات آمریکا که منجر به اون نتیجه شد که دیدیم، دونالد ترامپ با مشاوران امنیت ملی خودش دیداری داشت و از اونها پرسید گزینه‌های من در برخورد با ایران چیه، برای اینکه معتقد بود که ایران داره حمله میکنه به نیروهای آمریکایی در عراق. رهبران آمریکایی در وزارت خارجه و در وزارت دفاع به دونالد ترامپ گفتن تو نمیتونی به ایران حمله کنی، برای اینکه یک دولت جدید داره میاد سر کار. برای همین در 45 روز گذشته که از انتخابات آمریکا گذشته، دولت ترامپ بمب افکن‌های B-52 رو سه بار به خاورمیانه فرستاده، نه برای اینکه به ایران حمله بکنه، فقط برای اینکه توازن برقرار بکنه. یه اجماعی در دولت ترامپ وجود داره مشخصا بین رهبران نظامی آمریکا که شاید ایران دست به مقابل مصر بزنه برای انتقام گرفتن از ترور قاسم سلیمانی. برای همین این بمب افکن هایی که برای سومین بار آمریکا داره به خاورمیانه میفرسته، فقط هدفشون این هست که بتونه جلوی ایران رو بگیره به عنوان اقدام پیشگیرانه که ایران دست به تلافی جویی نزنه. اشاره کردید به حملات اسرائیل ما و انتخابات آمریکا. بعد از انتخابات آمریکا ما شاهد این بودیم که حملات اسرائیل در واقع کوبنده تر شده از تعداد کشته هایی که این حملات داده میشونه. فهمید فقط در ماه نوامبر 61 نفر از نیروهای نزدیک به ایران در حملات اسرائیل کشته شدن. آیا میشه گفتش که افزایش حملات اسرائیل در واقع ارتباط مستقیم داره با افزایش تنش بین ایران و آمریکا؟ من یک پاورقی رو فقط بگم در مورد حملات اسرائیل در سوریه، نه فقط علیه نیروهای سوری و نه فقط علیه تأسیسات سوریه، بلکه علیه نیروهای ایرانی یا نزدیک به ایران. یک پاورقی بگم، اسرائیل صدها، شاید هم میشه گفت به جرأت 1,000 یا 2,000 حمله انجام داده علیه سوریه و هواداران ایرانیشون و علیه حزب الله لبنان. اما تصویر بزرگتر این هست، اسرائیل در طی ماه‌های گذشته نهایت تلاش خودش کرده که ایران رو تحریک بکنه. اصلا بنیامین نتانیاهو میخواست که ایران مقابله به مصر بکنه، برای اینکه بنیامین نتانیاهو امیدوار بود که دولت ترامپ خودش رأساً یک حمله بسیار مخرب علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و موشک‌های بالستیک ایران بکنه. برای همین دلیل حمله‌های بیشتر اسرائیل در سوریه اصلا هدفش این هست که ایران رو تحریک به مقابل مصر بکنه، اما ایران تحریک نخواهد شد، برای اینکه ایران اون چه که تابعش هست استراتژی صبر و خویشتنداری راهبردی است و بر اساس این نمیخواد دولت ترامپ رو تحریک کنه، برای اینکه ایران امیدوار هست دولت جو بایدن تحریم ها رو لغو خواهد کرد و به برجام باز خواهد گشت. برای همین ایران به رغم تمام حملاتی رو که داره انجام میده، به رغم تمام تلفاتی رو که داره متحمل میشه، به رغم تحقیری که متحمل شده، شما فکر بکنید ترور دانشمند هستش توسط اسرائیل و متحدانش، به رغم همه اینها ایران دست به تلافی جویی نخواهد زد. ایران به دولت ترامپ هیچ توجیهی نخواهد داد که بتونه علیه ایران دست به حمله نظامی بزنه. صبر خواهد کرد تا دولت ترامپ از کاخ سفید خارج بشه. اشاره کردیم به خارج شدن ترامپ از کاخ سفید. اگر دولت بایدن روی کار بیاد و از اسرائیل بخواد که این تنش‌ها رو کاهش بده، فکر می‌کنید پاسخ اسرائیل چه خواهد بود؟
اول از همه اسرائیل همین الان داره به دولت جو بایدن پیام میده و همین ترور دانشمند ارشد هسته ایران فقط یک پیام به ایران نبود، یک پیام به دولت بایدن بود. حملاتی که الان اسرائیل در سوریه انجام میده، عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب، همه اینها، این ائتلافی که الان داره با کشور عربی به وجود میاره، همه اینها پیامی هستش به دولت بایدن که بهش بگه شرایط خاورمیانه عوض کرده و یک ائتلاف ایجاد شده و در نهایت دولت بایدن با گزینه‌ها و چالش‌های بسیار عظیمی روبرو هست. با اینکه جو بایدن دلش میخواد برگرده به توافق هسته‌ای با ایران، با اینکه میخواد برگرده به توافق هسته‌ای، ولی باید در نظر بگیره که شرایط چی هست. در این حال دولت جو بایدن میخواد، با اینکه میخواد به توافق هسته‌ای برگرده، میخواد یک جوری بحث موشکی رو هم وارد برجام بکنه. در این حال که جو بایدن خودش گفته که من میخوام ایران برگرده به برجام، من به شما میگم که احتمال اینکه واقعا یک توافق دیپلماتیک بین ایران و آمریکا پیش بیاد کمتر از 40% هستش، با توجه به همین چالش‌هایی که الان به شما گفتم دولت جو بایدن روبرو هستش و همینطور موضع خود ایران در منطقه. الان موضع ایران در منطقه طی دو سال گذشته واقعا تضعیف شده، برای همین میگم 40%. ممنونم از شما. فواز جرجیس، استاد خاورمیانه مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن. گروهی از مترجمان عراقی که با نیروهای بریتانیایی در عراق کار می‌کردند می‌گویند که حالا ناچار شدند زندگی مخفیانه و پر از بیم و هراس داشته باشند. این مترجمان به نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی فارسی گفتند که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، گروه‌های مسلح هوادار ایران در عراق آنها را به اتهام خائن بودن تهدید به مرگ کردند. گزارش اختصاصی نفیسه را ببینیم با این توضیح که برای حفظ امنیت مترجمان صدای آنها حذف شده. ارتش بریتانیا بیش از 100 هزار سرباز عراقی را در 6 سال گذشته آموزش داده. کاری که بدون مترجمان عراقیشان ممکن نبود. اما حالا 8 نفر از آنها در ترس و وحشت به سر می‌برند. هر لحظه منتظرم یکی در بزنه و بیا تو، 5 گلوله شلیک کنه، یکی به من، یکی به همسرم و 3 گلوله هم به دخترهام. عراق زمستان گذشته وارد بحران امنیتی تازه‌ای شد. آمریکا قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه، را در حمله‌ای پهپادی در بغداد کشت. خشمگین از این حادثه، نیروهای مسلح شیعه هوادار ایران در عراق هم صدا با تهران شعار انتقام سر دادند. از نظر آنها حالا هر عراقی که با آمریکا و ائتلاف تحت رهبریش کار میکرد خائن بود. فضا در پایگاه‌ها خیلی پرتنش شده بود. حتی بعضی از سربازهای عراقی که نیروهای ائتلاف آموزششون میدادن، رفتارشون تغییر کرده بود و طوری به ما نگاه میکردن که انگار ازمون نفرت داشتند. شاید چون به جای عراق به کشور دیگه‌ای وفادار بودن. راکتباران پایگاه‌های ائتلاف شروع شد و گروه‌های مسلح شیعه ناشناس در شبکه‌های مجازی ظهور کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یکی از آنها گروه موسوم به اصحاب کهف که مسئولیت چند حمله راکتی را به عهده گرفته. این گروه در بیانیه خطاب به مترجم‌های نیروهای ائتلاف و سفارت‌های آمریکا و بریتانیا وعده داده که اگر حاضر به همکاری شوند، حقوق ماهیانه خوبی دریافت خواهند کرد. بین خطوط این بیانیه میشه تهدید رو دید، یعنی اگر با ما کار نکنین دشمنین. تنها تفاوت بین ما و نیروهای ائتلاف اینه که اگر اونها رو با راکت بزنن، ما رو با یک گلوله می‌کشن. در این گیرودار کرونا به عراق رسید و کشور وارد قرنطینه شد. سفرهای بین شهری و حتی تردد در داخل شهرها فقط با اجازه ویژه دولتی ممکن بود.
ائتلاف نام و مشخصات کامل مترجم‌هایش را در اختیار نیروهای امنیتی گذاشت تا ظاهراً عبور و مرور آنها را از ایست بازرسی‌ها هموار کنند. اما مشکل اینجا بود که بعضی از گروه‌های مسلح هوادار ایران هم بخشی از نیروهای امنیتی بودند. به ما قول داده بودند که مشخصات ما را به جای دیگه ندن. ما حتی خانواده هامون نمی‌دونن کارمون دقیقاً چیه و کجا کار می‌کنیم. الان اطلاعات ما به دست کسایی افتاده که ما رو تهدید میکنن. موضوع رو از فرماندهی ائتلاف در بغداد جویا شدم. ما اطلاعات شخصی مترجم ها رو حفظ میکنیم و این اطلاعات رو در اختیار ایست بازرسی ها یا دولت یا نیروهای امنیتی عراق نمیگذاریم. اما من این نامه رسمی با مهر سفارت آمریکا و مشخصات مترجم ها رو دیدم و به نظر درست میاد. پس باید مسئله رو بررسی کنم. در پاسخ به پیگیری های بی بی سی، وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه ای گفت که هر گونه نقض امنیت شخصی را بسیار جدی می گیرد و در این باره تحقیق خواهد کرد. در ماه های گذشته اما نیروهای ائتلاف از جمله ارتش بریتانیا شروع به ترک عراق کردند. مترجمان در حالی از کار بیکار شدند که جانشان هم در خطر بود. باورم نمیشه که اینطور رهامون کردن. اصلا انتظارش رو نداشتم. خیلی احساس بدیه. دفعه پیش که ارتش بریتانیا عراق را چند سال بعد از سقوط صدام ترک کرد، حداقل 40 مترجم که برای آنها کار میکردند به دست گروه های شبه نظامی کشته شدند. احمد و علی میگویند نمیخواهند نامشان به آن فهرست اضافه شود. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، عراق. ایران میگوید آماده است 150 هزار دلار به خانواده هر یک از جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین غرامت بدهد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته که این مبلغ بر اساس قوانین کشورهایی که سرنشینان هواپیما تبعی آنها بودند و بدون تبعیض به ورثه جانباختگان پرداخت خواهد شد. اما خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین گفتند که قبل از هر چیز به دنبال معرفی عاملان شلیک به هواپیما و مجازات آنها هستند. مقام‌های مسئول در ایران گفتند که این هواپیما به اشتباه ساقط شده. مریم افشنگ گزارش می‌دهد. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. کمتر از 10 روز دیگر به سالگرد این فاجعه مانده. سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران. همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. بعد از ماها امروز دولت ایران گفته 150 هزار دلار به ورثه هر یک از جانباختگان خواهد پرداخت. یکی از خانواده‌های قربانیان در ایران که نمی‌خواست نامش فاش شود به ما گفت: ما به عنوان خانواده بازمانده‌های ساکن ایران از همان ابتدای جنایت تحت شکنجه‌های روانی قرار گرفتیم. از دزدی مراسم خاکسپاری تا فشارهایی که با تماس‌های مختلف از سپاه، بنیاد شهید و غیره داشتیم. در همین روزها هم افرادی از طرف سپاه با پول و به اسم همدردی به خانه بازمانده‌ها میرن و مشخص نیست چه چیزی رو دنبال می‌کنن. مسئله غرامت که امروز از طرف ایران اعلام شده هم یکی از همون شکنجه هاست. همه ما حاضر بودیم هیچ نداشتیم ولی عزیزانمون توسط سپاه در خاک کشور خودشون کشته نمی شدند. تنها مسئله مهم پاسخ به این سواله که چه کسی برنامه ریزی کرد، چه کسی دستور داد و چه کسی شلیک کرد و همه اینها باید در دادگاه عادلانه محاکمه بشن. اول عدالت، بعد غرامت. خانواده دیگری از ایران که او هم نمیخواست نامش فاش شود به ما گفت: ما خانواده های بازماندگان هواپیمای اوکراین بارها و بارها گفتیم که مسئله غرامت بعد از روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت قرار میگیره. رفتار جمهوری اسلامی توهین‌آمیزه و تحقیرآمیز. دولت هم به عنوان پیمانکار سپاه عمل میکنه. یکی میکشه، دیگری آماده پرداخت خونبهاست. خانواده ها در این ماجرا یک دل و متحد هستند. در این مدت باقی مونده تا سالگرد بچه‌هامون به هر دری زدن با در بسته روبرو شدن. نه تنها پاسخ مثبتی از خانواده ها نگرفتن، بلکه با خفت و خاری رانده شدن. در کنار 29 کودک پوگر به دنیا نیامده. فشار به خانواده‌های قربانیان به قدری است که میگویند با نام و مشخصات خود صحبت کردن برایشان هزینه دارد.
پیشتر در چهارم آذر ماه روزنامه شرق از جزئیات لایحه بودجه سال 1400 و پرداخت غرامت این حادثه از صندوق توسعه خبر داد. نامت را به ما بگو. حامد اسماعیلیون نماینده خانواده‌های جان باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشت: از صندوق توسعه کشور پول برمی‌دارند تا غرامت کثافت‌کاری و جنایت سپاه پاسداران را پرداخت کنند. هم از نان مردم بزنند، هم خانواده‌های جان باختگان را برای یک عمر شرمنده مردم کنند. سوالات زیادی برای خانواده‌هایی که عزیزانشان را در صبح 18 دی ماه 98 از دست دادند باقی است. آنها خواهان روشن شدن جزئیاتی هستند که حکومت ایران همواره از ارائه آن تفره رفته. می‌خواهند بدانند مسئول کشته شدن عزیزانشان چه کسی است و چرا. می‌گویند دادخواهی ادامه خواهد داشت تا عاملان و آمران این فاجعه دادگاهی شوند. مریم افشنگ، BBC. بریتانیا مجوز استفاده از یک واکسن دیگر کرونا را صادر کرده، واکسنی که دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا تولید کردند. قرار است تزریق گسترده این واکسن از 5 روز دیگر آغاز شود. این واکسن نسبت به واکسن‌های مدرنا و فایزر بسیار ارزان‌تر است و می‌توان آن را در یخچال معمولی نگهداری کرد. بیشتر واکسیناسیون گسترده در بریتانیا با استفاده از واکسن فایزر شروع شده بود. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. بیمارستان‌ها در بریتانیا زیر فشار بی سابقه. دلیل اوجگیری آمار ابتلا به کرونا. در لندن کسب و کارها تعطیل و مردم خانه نشین شدند. شیوع ویروس دوباره سر به فلک کشیده. اما امروز صبح مردم با خبری خوش از خواب بیدار شدند. خبری که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در توییتر اعلام کرد. واکسن مشترک دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی استرازنکا مجوز گرفت. وزیر بهداشت در مصاحبه با برنامه صبحگاهی بی بی سی از شروع واکسیناسیون در روزهای آینده خبر داد. از 4 ژانویه، یعنی از هفته دیگه شروع میکنم. بیمارستان‌ها در سراسر کشور آمادند، اما میتونیم این واکسن رو در مطب‌ها و خانه‌های سالمندان هم استفاده کنیم. چون فقط به دمای یخچال عادی نیاز داره، برخلاف واکسن فایزر که به دمای خیلی پایین منفی 70 نیاز داره. از دوشنبه شروع میکنیم. این در حالی است که تزریق گسترده واکسن شرکت‌های فایزر و بایونتک در بریتانیا از مدتی پیش شروع شده. واکسن جدید در مقایسه با 2 واکسن مدرنا و فایزر بایونتک میزان اثر بخشی کمتری دارد، از 62% تا 90%، بسته به اینکه چند دوز تزریق شود. مانند واکسن‌های دیگر در 2 مرحله تزریق می‌شود. اما مزیت اصلیش دمای نگهداری آن است. برخلاف 2 واکسن دیگر که در دمای بسیار پایین نگهداری می‌شوند، این واکسن به دمای معمولی یخچال نیاز دارد. به همین جهت انتقالش را آسان‌تر می‌کند، چه در بریتانیا و چه برای ارسال به بقیه کشورها. همچنین هزینه‌اش در مقایسه با مدرنا و فایزر بسیار پایین‌تر است، $4 برای هر دوز. رئیس بخش تحقیق واکسن دانشگاه آکسفورد هم می‌گوید عوارض جانبی این واکسن بسیار کم است. واکسن عوارض جانبی کمی داره. بعضی در روز اول احساس میکنن یه بیماری ویروسی ملایم گرفتن و دستشون درد میگیره. بعضی اوقات بدن درد به همراه داره و کمی لرزش بدن. اما اینها در طول هفته اول معمولا از بین میره. ولی ما در بین بیش از 40,000 نفری که واکسن زدیم عوارض جانبی عمده‌ای مشاهده نکردیم. بریتانیا این روزها با نوع جدیدی از ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند که انتقالش سریع‌تر است. آمار ابتلای روزانه در بریتانیا دیروز دوباره رکورد شکست و بیش از 53,000 مورد جدید ابتلا در یک روز ثبت شد. در موج اول در ماه آوریل تعداد افرادی که به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند در انگلستان به اوج خودش رسید. چیز حدود 19,000 نفر. اما با شروع تابستون این رقم شروع به افت کرد. با شروع پاییز از سپتامبر و اکتبر این رقم به طرز شدیدی افزایش پیدا کرد و حالا تعداد افرادی که به کرونا مبتلاند و در بیمارستان بستری شدند حتی از موج اول هم بیشتر شده. در آستانه سال جدید میلادی خبر تولید این واکسن باعث شد بسیاری نفس راحتی بکشند.
نور امید در پایان سالی تاریک. اما همین امروز به خاطر اوجگیری شیوع کرونا محدودیت‌های تازه‌ای در انگلستان اعلام شد. قوانین سختگیرانه‌ای که برای مناطق جنوب شرقی و لندن بود حالا در 75% کشور اعمال می‌شود. با این حال برای بسیاری از مردم و کسب و کارها واکسن نوید بازگشت به زندگی عادی را می‌دهد. پرهام قبادی، BBC. نخست وزیر بریتانیا پیمان توافق این کشور با اتحادیه اروپا درباره روابط تجاریشان بعد از برگزیت را امضا کرد. ساعتی پیشتر نمایندگان مجلس توافق را تایید کرده بودند. امروز رهبران اتحادیه اروپا هم آن را امضا کردند. دوران گذار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فردا شب تمام می شود. بهرنگ تاجدین گزارش می دهد. روز زدودن ابهام از آینده. نوبت پارلمان بریتانیا بود که به توافق دولت با اتحادیه اروپا درباره روابط آینده آری یا نه بگوید. دولت نمایندگان را از وسط تعطیلات کریسمس و سال نویشان فرا خوانده بود تا درباره پیمانی 1200 صفحه‌ای تصمیم بگیرند. ولی نخست وزیر به نمایندگان اطمینان داد که به همه اهدافش رسیده. ما هم از ایجاد موانع تجاری جلوگیری کردیم و هم اختیار کامل قوانین و مقرراتمان را پس گرفتیم. هدف اصلی این لایحه چیزی است که مردم بریتانیا ته دلشان می‌دانستند که شدنی است، ولی کسانی می‌گفتند غیر ممکن است. می‌گفتند نمی‌شود، هم خدا را بخواهیم و هم خرما را. یادتان هست آقای رئیس؟ میگفتند نمیشود با همسایگانمان در اروپا با حسن نیت و دوستی، تجارت و همکاری بسیار نزدیکی داشته باشیم و همزمان اختیار قوانین و سرنوشت ملیمان را هم حفظ کنیم. رهبر حزب اصلی مخالف گفت حزبش رأی موافق می‌دهد، اما بعد از 4.5 سال بحث و اختلاف ما بالاخره یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم. ایراد دارد، محدود است و نتیجه انتخاب‌های سیاسی آقای نخست وزیر است، ولی تنها یک روز تا پایان دوران گذار باقی مانده و این تنها توافق موجود است. این زیربنایی برای ساخت روابط در سال‌های آینده است. دست آخر رأی دادن به این پیمان تنها راه جلوگیری از خروج بی توافق است. انتقادهایی که واکنش نخست وزیر سابق را برانگیخت، کسی که پارسال مقامش را به دلیل ناکامی در اجرای برگزیت از دست داده بود. میگه توافق بهتری میخواد، ولی اوایل 2019 وقتی توافق بهتری روی میز بود علیهش رأی داد. در نتیجه رهبر حزب مخالف نمیتونه به من درباره این توافق موعظه کنه. حزب ملی اسکاتلند SNP که خواهان جدایی اسکاتلند و پیوستنش به اتحادیه اروپا است گفت به توافق رأی مخالف میدهد. ما بالاخره فهمیدیم معنی برگزیت چی. معنیش توافق فاجعه بار، عهدشکنی و خرابکاری اقتصادی. معنیش انزوای بریتانیا وسط یه همه‌گیری جهانی. دست آخر لایحه روابط آینده با اتحادیه اروپا به رأی گذاشته شد. آرای موافق 521، آرای مخالف 73. این رأی‌گیری در ظاهر قرار پایان دهه‌ها بحث و جدل بر سر اتحادیه اروپا در بریتانیا باشه. برای اولین بار بعد از همه پرسی 4.5 سال پیش، حالا دو طرف می‌دونن که روابط آینده‌شون قرار چه شکلی باشه. ولی نه مسئله بریتانیا برای اتحادیه اروپا حل شده و نه مسئله اروپا برای بریتانیایی‌ها. چند ساعت پیش از رأی‌گیری در بریتانیا، عالی‌ترین رهبران اتحادیه اروپا یعنی رؤسای کمیسیون و شورای سرانش توافق را رسما امضا کرده بودند و با هواپیما به لندن فرستادند تا بعد از ظهر نخست وزیر بریتانیا هم امضایش را پایان بگذارد. می‌خوام همه بدونن که توافقی که امضا کردم آخر کار نیست، یک شروع جدیده. پیمانی که از یک روز بعد نتیجهش در مبادی گمرکی بریتانیا معلوم می شود، احتمالاً با موانعی تازه در راه صادرات و واردات. بهرنگ تاجدین، BBC، پارلمان بریتانیا.
جاناتان پولارد، تحلیلگر نیروی دریایی آمریکا که به خاطر جاسوسی برای اسرائیل 30 سال زندانی و 5 سال ممنوع الخروج بود، به تل آویو رفته و با بنیامین نتانیاهو شخصا در باند فرودگاه دیدار کرد و بنیامین نتانیاهو به استقبال اومد. اسرائیل چند سال پیش به او تابعیت این کشور را داد. جاسوسی او خشم آمریکا را برانگیخت. جاناتان پولان تنها شهروند آمریکایی است که به خاطر جاسوسی برای کشور متحد آمریکا به حبس ابد محکوم شد. محمد امینی گزارش می‌دهد. بعد از 30 سال زندان و 5 سال ممنوع الخروج بودن از آمریکا، بالاخره پایش به اسرائیل رسید. جایی که اولین کارش بوسیدن خاک بود. او بسیاری از اسرار نظامی آمریکا را به اسرائیل فروخت و خدماتش به اسرائیل آنقدر بود که به طور غیابی به او شهروندی اسرائیل داده شد و اسرائیل را خانه خود می‌داند. ما خیلی خوشحالیم که بعد از 35 سال به خونه برگشتیم و از مردم اسرائیل و نخست وزیر به خاطر این کار خیلی متشکریم. امیدواریم که شهروندان مفیدی برای اسرائیل باشیم و زندگی را ادامه بدیم. بنیامین نتانیاهو طبعا از این بازگشت بسیار خوشحال است. هرچند شرایط کرونایی به او امکان نداد پولارد را گرمتر از این مورد استقبال قرار دهد. بنیامین نتانیاهو از همان ابتدا یکی از سرسخت‌ترین طرفداران آزادی پولارد بود و بارها به دولت‌های مختلف آمریکا برای این آزادی فشار آورد. این لحظه بسیار هیجان انگیزیه که جاناتان و همسرش استر به خانه برگشتن. چقدر خوبه که برگشتن به خونه. برای بنیامین نتانیاهو بازگشت جاناتان پولارد یک حرکت تبلیغاتی بزرگ هم هست. اینها تصاویر 5 سال پیش است، وقتی آقای پولارد از زندان آزاد شد ولی با حکم دادگاه حق خروج از آمریکا را نداشت. امسال برای بنیامین نتانیاهو سال خوبی بود و پایان بخش این سال میلادی برای او بهتر از این نمیشد. بیشتر از همه به خاطر حضور دونالد ترامپ در رأس قدرت در آمریکا و هم به خاطر گام‌های بلند در مسیر صلح با چند کشور عربی و البته موفقیتش در زدن ضربه‌های متعدد بی جواب به ایران در سوریه و چه بسا در داخل خود ایران. بنیامین نتانیاهو با همه این اتفاقات مثبتی که برایش امسال افتاده، باز هم درگیر یک جدال سیاسی در داخل خود اسرائیل است. انتخابات تازه‌ای در راه است که چهارمین ظرف 2 سال گذشته است. یک طرف این جدال بقای آقای نتانیاهو و طرف دیگرش رها کردن سکان قدرت در اسرائیل است. هرچند تا همین حالا هم او رکورد تمامی سیاستمداران تاریخ اسرائیل را شکسته. محمد امینی، بی بی سی. کاوه باسمنجی، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ماست. آقای باسمنجی، خیلی خوش اومدید به برنامه. اسرائیل و آمریکا متحد همدیگه هستن، نزدیک هستن با هم، اما این مسئله باعث نشده که اسرائیل از آمریکا جاسوسی نکنه. کمی از سابقه این اقدامات اسرائیل برامون بیشتر بگید. خب همینطور که در گزارش شما دیدیم، در واقع آقای پولارد تنها کسی هست که در آمریکا به جرم جاسوسی برای یک کشور دوست و متحد به حبس ابد محکوم شده. در مورد اینکه آیا آمریکا از اسرائیل یا اسرائیل از آمریکا جاسوسی میکنه، ما شواهد مستدل و معتبر و مستقلی در دست نداریم، اما چیزی که مسلم هست اینه که همه کشورها در واقع میشود گفت که علیه همدیگه جاسوسی میکنن، چه دوست باشن چه دشمن. الان ما ادوارد سنودن رو میشناسیم که در مسکو چند ساله به خاطر افشا کردن اسرار دولتی و مکاتبات محرمانه دولت آمریکا و نفروخته بوده در واقع آقای سنودن اطلاعاتش رو به طرف دیگری، یا همینطور جولیان آسانج که از بیم اینکه بازگردانده بشه به آمریکا دائم از مکانی به مکان دیگه و از دادگاهی به دادگاه دیگه میره. بنابراین چیزی که میخوام بگم این هست که در دستگاه‌های اطلاعاتی همه کشورها این یک رویه بسیار تثبیت شده هست که هر اطلاعاتی رو از هر کجایی که بتونن به دست میارن. استثنایی که هست در کشورهای غربی و در آمریکا این هست که جاسوسی از شهروندان خود کشورشون ممنوع هست اکیداً. اما در مورد
کشورهایی که به خصوص به عنوان میراث جنگ سرد مثل همین آقای جاناتان پولار یا دو نفر دیگه که اگه وقت شد من توضیح میدم براتون، موضوع این هست که کی گیر بیفته و کی مچش گرفته بشه. ممکنه در همین لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم چندین نفر در حال جاسوسی از یک کشور علیه دیگری باشن، ولی تا زمانی که در واقع مچشون گرفته نشده، دستشون رو نشده، به کار خودشون ادامه خواهند داد. اگر تمرکز کنیم مثلا روی این همین مورد آقای جاناتان پولارد، این بعد از اینکه فاش شد که در واقع جاسوسی میکرده برای اسرائیل، چقدر تاثیر گذاشت بین روی روابط دو کشور، اسرائیل و آمریکا؟ خب اون موقع خیلی خیلی تاثیر منفی گذاشت و یک موج بسیار شدیدی از نارضایتی رو در آمریکا به راه انداخت. اون موقعی که تصمیم گرفته شد که آقای پولارد عفو مشروط بخوره یا در واقع طبق حکمی که براش صادر شده بود از سال 2015 بتونه که از زندان بیاد بیرون و 5 سال بعد هم ممنوع خروجیش رفع بشه، یک نامه ای رو مقامات بلندپایه کابینه بوش و همینطور افراد سابقه دار در کنگره آمریکا و در دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نوشتند و به شدت مخالفت کردند با این کار. از جمله من میتونم براتون نام ببرم، آقای دونالد رامسفلد وزیر دفاع دولت آقای بوش بود، دیک چینی معاون اول آقای بوش بود، جورج تنت رئیس سابق سازمان CIA بود، چندین و چند چهره شاخص کنگره از حزب جمهوری‌خواه و از حزب دموکرات بودند و استدلالشون این بود که ضربه اطلاعاتی که آقای پولارد زده به آمریکا بی سابقه بوده و جبران ناپذیر هست. البته آقای پولارد استدلال میکرد و وکلاش استدلال میکردن که اطلاعاتی که به اسرائیل میفروخته برای امنیت اسرائیل بوده و ضرری برای امنیت آمریکا نداشته، ولی در مقابل دولت آمریکا میگفت که این همین که در واقع شیوه گردآوری اطلاعات رو در دستگاه‌های امنیتی آمریکا آقای پولارد فاش کرده برای یک کشور ثالث، این یک ضربه بسیار هولناک امنیتی است. ممنونم از شما کاوه باسمنجی، روزنامه‌نگار با ما. بحران کرونا در صدر اخبار مربوط به سلامت و بهداشت در سال 2020 میلادی بود. فرین عاصمی نگاهی کرده به آنچه که در این حوزه در سال گذشته میلادی اتفاق افتاد. شیوع کرونا بزرگترین اتفاق سال 2020 میلادی بود. ویروسی که زندگی همه انسان‌های جهان رو تغییر داد. نزدیک به 2 میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن و میلیون‌ها نفر شغلشون رو. ماجرا از ووهان در چین شروع شد. بعضی از نخستین موارد ابتلا به کووید 19 به بازارهای خیس فروش حیوانات وحشی در ووهان ربط داشتن. شواهد نشون میده موارد اولیه ابتلا همه از یک حیوان به انسان منتقل شده بودن. بازارهای فروش حیوانات وحشی در ووهان اول ژانویه 2020 تعطیل شدند. دولت چین ابتدا شیوع کرونا را پنهان کرد. پروازها از چین به خیلی از نقاط دنیا تا مدتی بعد از شیوع کرونا ادامه یافت، از جمله به ایران. دولت ایران اول اسفند ماه اعلام کرد که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده. بر اساس اسنادی که به دست بی بی سی فارسی رسیده، اولین تاریخ فوت بر اثر کرونا به 2 بهمن برمی‌گردد. یعنی نزدیک به 1 ماه قبل از تایید رسمی اولین مورد کرونا در ایران. مطالعات همگیرشناسان نشون میده که ویروس کرونا هفته ها زودتر به ایران وارد شده بود، یعنی احتمالاً دی ماه، و حکومت جمهوری اسلامی درباره اون مخفی کاری کرده بود تا تأثیری بر مشارکت در انتخابات مجلس در 2 اسفند نذاره. همچنین آمار رسیده به بی بی سی فارسی نشون میده که آمار واقعی درگذشتگان تا تیر ماه 3 برابر آمار رسمی بوده. 11 مارس 2020 روزی بود که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد کووید 19 به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده. ما عمیقا نگران سطح خطرناک شیوع ویروس، جدی بودن اوضاع و کمکاری در مبارزه با این ویروس هستیم.
بررسی های ما نشان می دهد کووید 19 می تواند به عنوان یک بیماری همگیر توصیف شود. در بهار و تابستان شهرهای زیادی قرنطینه شدند. حکومت ایران ابتدا در برابر قرنطینه مقاومت کرد، اما بعد محدودیت هایی هم اعمال کرد. در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن و قرنطینه هم بالاخره تبعاتی داره دیگه. در افغانستان هم به دلیل محدودیت انجام تست و کمبود امکانات آمار واقعی بیشتر از آمار رسمیه. طرحی هم به نام دسترخوان ملی یا برنامه کمک غذایی اواخر سال میلادی آغاز شده و قرار شده که تا ماه مارس به بیشتر از 4 میلیون خانواده کمک غذایی بشه. منتقدان میگن این برنامه وسیعه، امکان نظارت بر اون وجود نداره و زمینه برای فساد فراهمه. در سالی که گذشت شیوع کرونا و قرنطینه در کشورهای مختلف موجب اختلال در درمان بیماری‌های دیگه شد و حتی مشکلاتی هم برای بیماران درست کرد. بر اساس تحقیق سازمان بهداشت جهانی از 155 کشور که در بهار سال 2020 انجام شد، از زمان شیوع کرونا 49% کشورها خدمات به بیماران دیابتی را قطع کردند. 31% خدمات به بیماری‌های قلبی را قطع کردند. 53% درمان برای افرادی که فشار خون بالا دارن رو قطع کردن و 42% هم درمان انواع سرطان رو. اواخر سال واکسن کرونا ساخت دو شرکت فایزر و مدرنا تایید شد. این تصویر مارگارت کیننه، بریتانیایی 91 ساله و نخستین زنی که در دنیا واکسن کرونا شرکت فایزر رو دریافت کرده. با ساخت و تایید واکسن کرونا توسط دو شرکت فایزر و مدرنا و تلاش دیگر کشورها برای ساخت واکسن، امید به مبارزه با کووید 19 شدت گرفته. برنامه کوواکس هم زیر نظر سازمان بهداشت جهانی و با هدف کمک به خرید واکسن کرونا در کشورهای ضعیف‌تر راه اندازی شده تا دسترسی به واکسن برای همه کشورها امکان پذیر بشه. اما هنوز مشخص نیست چقدر تا رسیدن واکسن به همه کشورها از جمله ایران و افغانستان باقی مونده. در مقابل شماری با واکسن مخالفند و حتی جنبش‌ها و تجمع‌های اعتراضی هم در این باره برگزار کردند. در آخرین ماه سال 2020 اعلام شد نوع جدیدی از ویروس کرونا از جمله در بریتانیا، هلند و استرالیا شناسایی شده که ممکن است سرعت شیوع بیشتری داشته باشه. اما همچنان پزشکان، متخصصان و بسیاری از مردم امیدوارند که سال آینده با واکسن بشه به زندگی عادی برگشت. شاگردان یک مدرسه زبان فارسی برای کودکان در آمریکا یکی از آثار محمدرضا شجریان را به صورت مجازی همخوانی کردند. مؤسسه پردیس برای کودکان بیش از 200 دانش آموز دارد و با موسیقی و شعر سعی می کند که آنها را با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا کند. این اثر موسیقی را 42 کودک ایرانی تبار از شهرهای مختلف دنیا با هم تمرین و اجرا کردند. بخشی از اجرای اثر همراه شو عزیز را همراه با توضیح پرهام حقیقی، معلم مدرسه پردیس ببینیم. آماده این؟ 1، 2، 3 بریم. کلاس‌های موسیقی در واقع بچه‌ها فارسی رو از طریق موسیقی و آواز خوندن به صورت گروهی یاد می‌گیرن. امسال از وقتی که کرونا شروع شد، ما هم مثل خیلی‌های دیگه آنلاین شدیم و باید خودمون رو با شرایط جدید بفهمیم. باعث شد من ویدیوهایی که بچه‌ها به عنوان تکلیف برای من می‌فرستن و آخر ترم به صورت یک کلاژ یا یک گروه کور مجازی در بیارم که بعد اینجوری بتونیم محصولش رو به خانواده‌ها مثل قدیم نشون بدیم. بعد از درگذشت استاد شجریان، ما تصمیم گرفتیم قطعه جدیدمون رو از قطعاتی که ایشون خوندن است انتخاب بکنیم.
که هم بچه ها با اسم و صدای ایشون آشنا بشن و تأثیرشون در موسیقی ایران و همین که یک معرفی مختصری کرده باشیم از موسیقی سنتی و کلاسیک، کاری که همیشه خیلی دلمون میخواست انجام بدیم. قطعه انتخابیمون هم تصنیف رزم مشترک یا همراه شو عزیز، اثر ماندگار استاد مشکاتیان انتخاب کردیم که هم پیام همگانی داشت و هم ملودی ساده تر و خوندنی تری برای بچه ها. درسته این دوره و آنلاین شدنش برای ما اون فضا و انرژی قشنگ همیشگی حضوری رو نداشت، ولی در عوض همین استفاده از تکنولوژی این امکان رو به من معلم داد که بتونم هر موقع دلم میخواد تو کلاسام یه فایل، تصویر یا اطلاعاتی رو به بچه ها به اشتراک بذارم. از اون مهمتر ما تونستیم کلی آدم، کلی دوست جدید و دانش آموز جدید تو کلاسامون از همه جای دنیا داشته باشیم. و از یه طرف دیگه هم خب این باعث شد کاری که ما همیشه توی کلاسامون داشتیم انجام میدادیم رو اینجوری بتونیم با همه سهیم بشیم. با جای زیبا این کودکان به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. یادآوری بکنم که این برنامه به همراه برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت BBC فارسی و یوتیوب در دسترسه. ممنونم از همراهیتون. شب روزتون خوش باشه و خودتون خوب باشید.